به نام خداوند بخشاینده و مهربان. پذیرش هر دین باید بر اساس تحقیق علمی و مقایسه‌ای باشد، نه بر اساس تقلید و میراثی. بنان کسی که درباره دین تحقیق نکند، علم حاصل نکند و این دین با دیگر ادیان مقایسه نکند، بیدین شدن از او شخص بسیار آسان می باشد. هر کس می تواند ای را به یک دین دیگر تغییر بدهد. همین علت است که بیدین شدن بعضی از مردم و گرایششان به دیگر ادیان علتش ندانستن و نفهمیدن ویژگی های دینشان می باشد. بنان در مقطع زمان که در حضور شما قرار دارم، می خواهم ویژگی های دین مقدس اسلام را به طور مختصر برای شما معرفی کنم که دین مقدس اسلام دارای چه ویژگی و چه خصوصیات می باشد. دین اسلام دارای 5 ویژگی یا 5 خاصیت است که الهی بودن، ابدی بودن، وسطی بودن، شامل بودن و کامل بودن است. الهی بودن و چی مفهوم؟ الهی بودن به این مفهوم که این دین از طرف الله است، نه از طرف اشخاص. یعنی دین اسلام خدا پروردگار برای ما و شما فرستاده. شخصی دین نساخته، بلکه دین از طرف خود الله است. یعنی دین الهی است. دومین ویژگی دین اسلام که است، ابدی بودن. چی مفهوم؟ یعنی این دین تا ابد، یعنی تا روز قیامت باقی است. بعد از این دین دینی نمی آید. تا روز قیامت امی دین باقی است تا ابد. ویژگی سوم دین مقدس اسلام، وسطی بودن. وسطی بودن به چه مفهوم؟ به این مفهوم که در دین ما و شما افراد و تفرید ندارد. دین اعتدال، میانه، نه بسیار سخت، نه بسیار آسان. به طور مثال، دین یهودیت پذیرش ندارد، از دیگر ادیان کسی را قبول نمی کنن. اما دین ما و شما از هر ادیان، یهودی باشه، مسیحی باشه، بودایی باشه، هر کس که بخواید در دین ما و شما بیاید، این دین پذیرش داره، میپذیره. دیگه در دین عیسویت میبینیم کسایی که در کلیسا هستن، پاپایشان حق ازدواج ندارن، ازدواج نمیکنن. اما در دین ما و شما ببینین، همه میتوند، عالم، استاد، مدیر، مامور، دکتر، هر کس حق ازدواج دارد. اما یک دین دیگر، مثلا در دین بودایزم، وقتی که شوهر فوت میکنه، باید خانمم امرای شوهر یک جای دفن کنن. اما در دین ما شما الحمدلله چنین مزخرفاتی نیست. و شرط چهارم دین مقدس اسلام یا ویژگی پنجم دین مقدس اسلام، شامل بودن است. یعنی شامل تمام ابعاد زندگی است. شامل تمام ابعاد زندگی یعنی بعد اقتصادی، بعد فرهنگی، بعد اجتماعی، بعد سیاسی، تمام بودها را در بر میگیره و برای هر چیز برنامه داره. یعنی هیچ چیزی در دین مقدس اسلام نیست که برای از او برنامه نباشه. و ویژگی پنجمش که است، کامل بودن است. یعنی دین مقدس اسلام کامل است. خود الله دین کامل ساخته. پروردگار می فرماید امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را به شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان دین شما پذیرفتم. یعنی این دین از طرف پروردگار کامل شده. هیچ کدام کمبود، نقص و نواقصی نیست که بگویمی بعداً تکمیل میشه، بلکه تکمیل شده از طرف خود پروردگار است. و همچنان دین اسلام ربانی است، انسانی است، جامع است، شفاف است، واقع‌نگر است، دوراندیش است. به طور مثال، به چند مثال کوتاه اشاره میکنیم. در ادیان سابق جای بی نماز میشد باید قطع میشد. اما در حال در دین ما و شما جای بی نماز میشد با آب میشویم پاک میشه. در سابق عبادتشان تنها در جای مخصوص میشد. یعنی یک جای مخصوص داشتن، دموجه می رفتن وقت عبادتشان می شد، دموجه عبادت می کردن. اما برعکس در دین ما و شما، در هر جای ما می توانیم عبادت پروردگار را بکنیم. در هر گوشه جهان باشیم، در دشت، در کو، در خانه، در مسجد، در بیرون، ما می توانیم پروردگار را عبادت کنیم. شاعر چیزی با می فرماید، شد وجودش رحمت للعالمین، مسجد او شد همه روی زمین.
یعنی در هر گوشه زمین ما میتوانیم عبادت خداوند را بکنیم. و مثال سیومش کتاب و پیامبرشان تنها به یک قوم و یک کشور خاص بود. کتاب ما، پیامبر ما، رسالت ما جهانیست. کتاب ما هم جهانیست، پیامبر ما هم جهانیست و رسالت ما هم جهانیست. ما در مقابل دین رسالت داریم. باید رسالت ما ای است که ما دین باید به همه برسانیم، به همه جهانیان. و مسئولیت حفظ کتاب ما را خود الله کرده. کسی تحریف کرده نمیتواند. خداوند میفرماید به تردید ما این قرآن را به تدریج نازل کرده ایم و قطعا نگهبان آن خواهیم بود. اما در دینهای دیگه هیچ گارانتی و ضمانتی وجود ندارد. بنابراین خواهران و برادران مسلمانم، چه زیباست ما از ویژگی های دین خود بدانیم. هر مسلمانی که 5 ویژگی دین خود را بداند و بداند که دین مقدس اسلام چی ویژگی های زیبا دارد، از این ویژگی ها خبردار باشد، او هیچ وقت گرایش به دیگر ادیان پیدا نمی کند و در دین خود خرسند و خوشحال می باشد که چی یک دین زیبایی را دارا می باشد. پس خوب از خواهران و برادران مسلمانم این ویژگی های دین مقدس اسلام را برای دیگران هم شریک بسازید. و تشکر می کنم از همراهی تک تک شما که همیشه نظریات و پیشنهادات کامنت های نیکتان به ما می رسد. بازم تشکر. اگر خواستین در آینده هم بالای بعضی موضوعات مفید همراه شما صحبت کنم، نظریات نیکتان را در بخش کامنت با ما شریک سازین. تشکر. یک جهان در پناه خداوند پاک باشید. شب و روزتان خوش.